سلام و عرض ادب چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به قسمت 15 هم از مجموعه بررسی ها. علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه. تا شما ویدیو رو لایک کنیم ما میریم سراغ کاری که میخوایم روز بررسیش کنیم. یه منو اینجا داریم. یه منوی که دولته. این هم وسط تا میشه، این جلشه. حالا داخلش هم یه سری چیز میز هست و این صف آخرش هم که داریم مشاهده میکنیم. اصلا کاری با سمت راست نداریم. کیسه سری عکس و نوشته و ایناست. سمت چپ کاور رو ببین. باگش چیه؟ باگ اول این تصویر اصلا مناسب نیست هیچ جوره مناسب نیست مورد بعدی رفقا این اگه خیلی دیگه کوچیک باشه آ پنجه خب که معمولا منوها 4ه، خیلی بزرگه برین چاپ کنین اگه کار چاپی انجام ندادین برین پرینت کنین قبل اینکه کار چاپ اصلا بود، برین پرینت کنین ببینین از نزدیک تو سایز آچاینو پرینت بگیر خیلی بزرگه یه دست ترس این که این موقع خونده نشه خیلی بزرگ کار میکنن این کارو نکنی موضوع بعدی لوگوشونه ببین شما لوگوت یه رنگی داره خب پس مشکل اصلی رنگ اندازه این نوشتار و چیدمانش این سلسله مراتب درست نیست چرا اطلاعات وسطه؟ چقدر مگه این اطلاعات مهمه که با این اندازه وسط کار کنی؟ توی تمام دیزاین های نقطه ای هست این وسط هست که بیشترین دیده داره اینو گذاشتیم اونجا تغییر میکنه قبل اینکه بخوایم تغییرش بدیم من میخوام شما این تاثیر ترکیب بندی رو ببینید یه عکس مناسب استفاده شده گوش میدی یه عکس مناسب استفاده شده ولی ترکیب رو دست نزدیم ببین باز سمه با عکس خوبم تو این ترکیب سمه ببینش یکی دو بار قبل و بعدش کنم بهش دقت کنین با همون عکسی که اینجا داشتیم این چیدمان و عکس جدیدی که خیلی هم خوبه به این حال عوض میاد با حال حالتش خوبه ولی اون چیدمانی که تغییر نکرده همچنان سمه حالا اسلاید بعدی که میزنم همه چی درست شده شما تغییر رو ببین این درسته لوگو اون تصویری که داری حالا این وکتور استفاده کرده با این حال و هوا و اطلاعات این اندازه و این چیدمان و این جایی که هست درسته برای اطلاعات تازه میتونست کچیکتر هم باشه برین چاپ کنیم ببینیم میتونست کوچیک هم باشه و خانایی داشته باشه اگه می‌ترسین که خانو نباشه قبل و بعد میکنم ببین چه سمی سم رو تبدیل به چه تحریح کردیم همین تغییرات کوچیکه که فرق ایجاد میکنه بین طراحی که آماتور یا ضعیف طراح متوسط و طراحی که قوی و کارش خوبه این کجا و آن کجا خب کار بعدی یه بروشوره که در مورد طرز تهیه کیک دیگه دارین می‌بینین دیگه تصویر کاملا روش این کار خیلی باگ داره خوب گوش بده نکاتی هم که دارم میگم خیلی جاها میتونی استفاده کنی و حسایی به دردت میخوره مورد اول ببین ما یه فضایی داریم یه فضای مربعی تو این لد تو این لد که تصویر آوردیم عکس ها واقعا خوبه خوشمزه است ولی چرا باید انقدر بزرگ باشه چرا فکر میکنین لازمه که ما فضا رو پر کنیم یه فضایی داریم پرش کن چرا کارفرما تور دیزاین میکنین خیلی ها کارفرماهای سطح پایین اینجوریان بزرگش کن فضای خالی انگار مثلا دشمن ایناست انگار مثلا فضا خالی به اون از ارث اینا کم میشه کوچیکش میکنی مورد بعدی اوکی کیک شکلاتی هم تصویر داریم خب نابینا نیستیم که این کی... کیک شکلاتی تو فرنگیه چرا تیتر انقدر بزرگه بروشور اینو برمیدارن تو فاصله نهایت دیگه 50 سانتی میخوان مطالعه کنه اصلا لزومی نداره که شما انقدر رو بزرگ کنید پس این دوتا مشکل روی این قسمت ها بود و تو قسمت مواد لازم و طرز تهیه ببین من بارها اینو گفتم الان مثلا این شخص میشه خودش این فکر کرده گفته خب از این لبه نیم سانت فاصله داره انجام نیم سانت فاصله داره تموم دیگه اول اینکه اینجوری کادر استفاده نکنین خواهش میکنه ببین چرا باید شما یه یه مربعی داری این میخواد اینجوری هم برش بخوره دیگه چرا یه کاد میذاری چسب این چه لزومی داره شما اینجا نوار درست کنی خب چرا نباید این صفحه کل این پایینو بگیره انقدر این چیزا رو اعصابه قطعا متوجه شدین که هرس من تو بررسیش هم داره در میاد انقدر این چیزا ترها به خاک و خون میکشه و رو اصاب و تومخیه باکس اینجوری استفاده نکنین یا نیار یا وقتی باکس آوردی کامل بره از این لبه ها بیرون دیگه این قسمت پایین دو رنگ بشه این فضافه کنین مربع بالا سفید پایین این باکس اطلاعات شما درسته که اینجا از میشه خوش نیسان فاصله داره ولی ای تو این باکس خیلی نزدیک لب است انقدر نزدیک لب است که اصلا شما احساس خفگی می‌کنی. و جا نداری ببین تی چقدر نزدیک این متن شده چرا فکر میکنه این خونده نمیشه ببین قطعا اون شخصی که اینو طراحی کرده فکر کرده این خونده نمیشه و ریز میشه اون قبل بزرگش کرده آقا برو پرینت بگی خانم برو پرینت بگیر ببین خونده میشه یا نمیشه و بیاین بالا ببین یه فضای مستطیلی داریم مواد لازمه تخم مرغ فلان عدد یا هر چی فلان عدد چرا اینجا اینقدر خالی چرا باید اینجا خالی بمونه بعد فکر کنید پترن بنداز بذار پرش میکنه نه چرا باید اینجا خالی بمونه چی میشه این لیست شما بیاد اینجا اینا بیاد اینجا چه اتفاقی میفته و از همین رو بگذاریم اندازش بازم اینجوری انقب بزرگ اینجا هست مواد لازم رفته تو این لیستو و این پیشنهاد اینجور جور وقتا برای اینکه کار اون کسی که میخواد از این استفاده کنه راحت تر بشه و شما کاربردی تر دیزاین کنی جدولش کن یعنی اینو بذار توی جدولی حالا استاید میزنم میبینی بذار توی جدولی خواهشن خیلی مرتب منظم که شخص خیلی راحت تو اون جدول پیدا کنه روغن چقدر شیر چقدر فلان چقدر اندازهشم هم کوچیک‌تر کن بذار فضا داشته باشی نیازی نیست بزرگ باشه این. چند بار قبل و بعد میکنم شما حجم تغییرات رو فقط ببین همون طور که میبینین کار نفس کشی تو این قسمت کیکا کاملا پیدا این اندازه عنوان درسته یه فضایی واسهشون در نظر گرفتیم این ویکتور رو کل این بروشور پخش شد اینجا قد نشد بره اینجا باز پیدا کنه یه دست کات واسه این گذاشیم که دیده بشه این وکتور رو اذیت نکنه خراب نکنه کارمونو ببین چه فضایی خوبی اینجا آزاد شد ببین چقدر خوبه تا انتها بیاد این فضا درسته و این مت خونده میشه مطمئن باش حالا اینجا احتمالا شما داری این تفاوت رنگ سوسکی رو این جا مونده از شما جا مونده اینو باید یه رنگ باشه اندازه خیلی خوب این بالا ببینید جدول که گفتم اینجوریه این خط ها واسه شما خیلی سریع پیدا کنی یعنی نره تو همینا چشت خیلی سریع اینا رو پیدا کنه کوچیک‌تر شد و اون طرز تای تر اون مواد لازم اینا هم برداشته شد تست شد اینا نه اینکه عشقی برداریم اینو بعد می آوردیم پایین فضا هم خالی موند اون هم اونجا خیلی تو چش بود خب مواد لازمه دیگه خب تخم مرغ فلان قد روغن فلان خب چیه این شماره داریم میدیم یا مثلا لوکیشن یا چی فرمول غنی سازی اورانیوم مواد لازمه یعنی این چیز یه سری جایی سری چیزا بدیهیه میتونی حذفش کنی هیچ وحی منظری نیست که حتما اینجا بنویس مواد لازم خب مثلا ننویسم طرف فکر میکنه این چیه مواد لازمه دیگه حله حالا یه سه جا حواستون باشه ببین میتونست میتونست یعنی نه اینکه اینم وحی منظر باشه پشت این جدول هم یه کادر سفیدی بیاد که پترن بک اذیت نکنه اما انقدر این بولد بزرگ هست که خونده بشه و اتفاق واسش نیفته گفتم اینا تو ذهنت باشه به این چیزا گیر ندین یه موضوعی هم که جامونده اینه ببین شما تو پاراگراف تو متنت یه تنظیماتی داره پاراگراف دیگه تنظیم میکنی که این هم باند بشه اون گزینه رو میزنی که میاد کامل هم باند میکنه بذار من پاراگراف رو بیارم بهت نشون بدم ببین این گزینه ها رو میزنی اینو میزنی کامل هم باند میکنه خط آخرت کلماتش کمتره ولی چون اینو زدی و میخواد هم باند کنه این فاصله ها اینجا ایجاد میشه میبینی این درست نیست اصلا درست نیست این گزینه ها رو بزن اینو بزن بزن خط آخر هر خط یادش کم بود دیگه اینجا نره تا ته اینجا تموم شه اتفاقی نمیفته صدمه ای نمیبینه تله شما هم بان دیگه خط آخرت کمتر بودی کلماتش بعدی کلماتش کمتر کوتاه تر رواله و تمام امیدوارم که تو این قسمت هم نکات خوب یاد گرفته باشین تو طراحیتون اعمال کنین حال شروع ببرین اگه چیزی از اون یاد خوشحال میشم از ما حمایت کنین خیلی مخلصیم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار